خیلی هم معتقد بودن آمدن اخوان مسلمین در واقع همون پروژه قدیمی است، پس با جمهوری اسلامی خواهد ساخت. ایده گفتن نه، در مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. ایده گفتن برای ترکیه خطرناکه، ایده گفتن برای سوریه خطرناکه. آقای موسی هم یک دفعه احساس کرد گادفادر تمام جهان اسلام شده، یادتونه؟ حتی وقتی اومد تهران اصلا کم محلی کرد به اینا. اما چرا مردم مصر دوباره رفتن به خیابونا در کوتاه‌ترین مدت، در یک فصل نیمه فصل سیاسی آقای موسی رو انداختن بیرون و جنرال السیسی ناپلئون مصر رو بر سر کار آوردن. این که کودتا نکرده بود، مردم جنرال رو آوردن. آیا مردم حتی نوشتن آقای موسی تایم تموم شده برو؟ آیا مردم مصر هم بسیاری معتقدن مردم بسیار با کفایت و تحصیل کرده ای هستن، تمدنم دارن، بسیار متمدنن، دو سه نویسنده دارن جایزه نوبل برده، مگر نبود؟ چرا رفتن السیسی رو بردن؟ مگر همون مردم نبودن؟ آیا اکثریت همیشه درسته؟ آیا واقعا این مردم حق داشتن؟ یک لحظه بهش فکر کنید. فکر میکنید ما که انقلاب کردیم، ما که اینجا بودیم میدیدیم شعبده بازی ها رو، کمدین ها رو، ما که انقلاب کردیم فکر کردیم اگر اون روز به چپی ها میگفتید میگفتن شما دایی جان ناپلئونیم، حرف نزنید، حالا اینم رژیم اینم شما. نگاه کنید، اگر این رژیم خوب بود که شما آوردید، که مجاهدین هم جزش بودن، توده‌ایام جزش بودن، سازمان های چپ کمونیستی مثل فدایان چی میگن فدایان خلق هم بودن، همه بودید زیر، نمیتونید حاشا کنید. امروز اتفاقا به تونی جوانسال میگفتم یک کنفرانسی در کانادا است برای حقوق بشر، خانم مریم رجوی مدعی اوله که این رژیم جنایتکاره، شما آوردید. حالا به آقای احمد شهیدی هر چی میخواید میتونید بگید، ما خوشحال میشیم پرونده حقوق بشری این رژیم رو در واقع باز کنید. تمام ملیجک های رژیم در رسانه ها تاخته بودن که چرا کانادا اجازه داده خانم مریم رجوی با احمد شهیدی صحبت کنه یا در این کنفرانس ویدیویی هم تراز باشن. بعد گفته بودن توطئه بود. چطور وقتی مال شماست توطئه است؟ ما که میگیم توطئه نیست. شما میگید که یک کانگرسمن دست راستی صهیونیست طرفدار اسرائیل این برنامه رو چیده بود. چرا شما درست میگید و لابیستای شما وقتی شب و روز دست این آمریکایی یا سناتورها و کانگرسمن ها رو میبوسن سرمایه خرج میکنن، این توطئه نیست؟ من حرفم با نسل آینده است. شما همتون بازنده اید، تموم شده اید. چرا؟ به خاطر اینکه با یه رژیم سوختید، زامبید. حرف من اینه. برای همینم هم به جوونا گفتم مواظب باشید گریزیلا نیاد. هالیوود میدونه چیکار میکنه. اتفاقا سه نفر از این بچه‌ها به این گریزیلا پاسخ داده بود. آقای مارتیروسیان، آقای به اسم اجازه بدید ببینم تا بعد برم به ترکیه. من اول این بچه‌ها برام مهمن. او اینم بگم. تو نه اینم بگم بعد بریم ترکیه. این خیلی قشنگ. آقای وطن دوست گفته بود بیایید فرض کنیم برای این آقایونی که انقلاب کردن جالب باید باشه. آقای وطن دوست نوشته اگر شاه نمیمرد اصلا انقلاب نمیشد. شاه یه جوری سر و تش رو به هم میورد. آیا باز فرد دوست و این آقایون نمیمدن توطئه کنن یه انقلاب بکنن؟ چون اینا اصلا دوست نشتن ایران مدرنیزه شده رو، ایران پیشرفته رو. اینم نکته جالبی. اما یه نکته هم دیشب به بچه ها میگفتم، اگر نلسون راکفلر نمیمرد هیچ این چنین حوادثی نمیافتاد. اتفاقا یک بیوگرافرش نوشته بود شانس آورد نلسون راکفلر وقتی فوت کرد ندید دوست شاه رو چگونه بیرون کردن. اینم برید بهش فکر کنید، شاید مطالعه کنید، براتون بد نیست. اما خانم بقایی، نه اول
عباس بقایی نوشته سیندرلا ها دارن میان، شما راست میگید عمو مانوک، یواشکی هم میاین. اینا بگم خب تا من این سیندرلا رو دیدم، شما فکر میکنید حوادث ترکیه پارک قضی با چی شروع شد؟ یک زن سرخ پوش، یک زن شیک، یک زن که نترسید. ما هم از این دلاور زنها داریم در ایران ها، از این سیندرلای شیک بسیار داریم، اگر شما فقط قربانیشون نکنید. یادتونه این عکس، این تصویر چه بلایی سر اردوغان آورد؟ اردوغان دیوونه شده چون میدونه رفتنیست. بازی اسلام عدالت و توسعه و حزب نمیدونم عدالت توسعه تموم شد، پرونده اخوان مسلمین رو بستن، چه اونه اینا رو. برای همین اردوغان کف کرده، برای همین هم وقتی در مسئله معدنچیا این حوادث اتفاق افتاد نمیتونست خودش رو کنترل کنه. در خبرگزاری اومده که اردوغان یک نفر رو مش زده، مشاورش یک نفر رو لگد زده. واقعیت اینه. میدونین چرا؟ حالا اینجا به همون نتیجه‌ای که میخواهید میرسید، مخصوصا بچه های جوانی که میخوان جنبش های دانشجویی را بندازن یا جنبش های خیابانی. نگاه کنید مشاور آقای اردوغانه، امروز هم عذرخواهی کرده که من خودم رو گم کردم. خوبه در رژیم ما هیچی که لگد میزنن سرم میبرن، هیچ کس معذرت خواهی نمی کنه. چیه در زندان اوین دیدید حوادث شو. ببینید چرا اردوغان الان میترسه. جنبش پارک قضی آتاتورکیستا بودن، شیک ها بودن، مثل جنبش سبز بالا شهرنشین ها بودن، دانشجوها بودن، اوکی؟ اما حالا بازی داره تغییر میکنه، حالا طبقه کارگر و معدنچیا وارد بازی شدن دیگه. جامعه این جنبش توسعه پیدا میکنه، مشتی سوسول و غرب زده نیستن. جنبش های دانشجویی ما نگرفت به خاطر اینکه هرگز جنبش دانشجویی از فراتر از اون جامعه خودش نرفت، در واقع در همون کوی دانشگاه ماند. حالا خیابان بود ولی در کوی دانشگاه ماند، نتوانست دیگر اعضای جامعه رو در این راه پیمایی شرکت بده. حالا اردوغان باید بترسه. اردوغان دیده بر سر دیگرون چی اومده، میدونه چه بازیایی در منطقه صورت میگیره. فکر نکنید بازی کریمه بازی کوچکی است، بازی سوریه بازی کوچکی است، تمام منطقه بالکانیزه خواهد شد. بنابراین با یک آرامشی اجازه بدید برگردیم و توضیح بدیم حالا چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد. رویاهای یک نسل چگونه در خیابانها می سوزه، نابود میشه، بعد عده‌ای از این سوء استفاده میکنن. آقای پرویز قنواتی نوشته اگر شوروی رو میتونن بندازن که هر کشور کوچیکی هم میتونن بگذارن. اتفاقا آقای امیر برادران یه نکته نوشته بود به اون برنامه که یکی پرسیده بود آقای خمینی چرا با دلارهای آمریکایی اومد پوز، حتما پیام جو من در 50 دقیقه تموم کنم، گفته بود که چرا یک دفعه جبهه ضد آمریکایی گرفت. آقای برادران گفته بود چنین نبود، آقای خمینی در راست میگه، بازی های المپیک 1980 مسکو با آمریکایی‌ها شوروی رو چیز کرد، تحریم کرد، اونم نرفت. اونم که یک نکته دوستی نوشته عبدالوهاب نمازی، اگر رژیم و رهبرا این چنین مترسکند در بازی ها، رسانه ها کجا ایستادن؟ شما چه کاره اید؟ بنده فقط شاهد تاریخ، بنده نه عضو سازمانی هم نه حزبی هم نه طرفدار اینم نه طرفدار اون، طرفدار خودم هم نیستم. من دیوار تاریخ رو میخونم، برای نسل آینده میگم که همینجوری که آقای عزاداندیش مشهدی نوشته یک انقلاب شد نسل‌کشی فرهنگی بود، دیگه اتفاق نیفته. خب اما اجازه بدید یک نکته رو بگم، حالا آماده باشید. چرا؟ ناگهان تصویر آقای میرحسین موسوی روی تخت خواب میاد در رسانه ها.
چی شد؟ قبلا ما از این صحنه های تختی دیده بودیم، آقای امیر انتظام در زندان بود، زنجیر به تخت، آقای اکبر گنجی روی برانکارد، سیامک پورزند نازنین ما در بیمارستان روی تخت، از این عکس. ولی آقای میر حسین موسوی چی شد یک دفعه عکسش اومد در رسانه ها؟ درست لحظه ای که آقای کروبی هم آمد و مجددن ادعا کرد که بعد از مرگ آقای خمینی همه انتخابات ساختگی بوده. اولا آقای خمینی که بود انتخاباتی نبود، انتصاب بود. آقای خمینی میگو به بنی صدر رأی بدید، رأی میدادن، یه نوعی نشون میداد به کی باید رأی بدن، که درسته؟ خودش آقای خمینی رو گذاشت سر کار، خودش آقای بنی صدر رو آورد و برد. حالا درسته میگم بهشتی هم نقش داشت، اما در واقع آقای کروبی یک نوعی هم میخواد بگی که آقای رفسنجانی هم در واقع با دوستان ساخت و پاخت کرد و اومد سر کار. راست میگه، دقیقا هم درست میگه. آقای انوشیروان محتشمی یک احتشامی یک کتاب نوشته در لندن، جمهوری دوم، جمهوری ائتلافی آقای هاشمی رفسنجانی و خامنه ای، مثل گاسکین و برژنف در شوروی. پس بنابراین تا اینجا همه ما تا آقای روحانی فهمیدیم همه چیز ساختگی است. حالا چه باید کرد؟ من نگران این بچه ها هستم که این همه سوال مطرح میکنن. چه باید کرد؟ ببینید، احتمال این هست که بشه از تصویر آقای میرحسین موسوی همان بازی رو انجام داد که در نیکاراگوا ساندانیستا کردن. رهبر مبارزاتشون ساندو بود، کشته شده بود، جنازش رو گذاشتن، عکس جنازش رو گرفتن، پوستر کردن، انداختن تو خیابونا، گفتن ساندو زنده است، مردم رو تحریک کردن. آیا آقای میرحسین موسوی بازگشت دیگر یک جنبشه؟ من خودم آقای موسوی رو تایید نمی‌کنم. من همیشه ایشون رو گفتم، خیلی ادای چگوارا رو در می آورد، خیلی هم چپگرا بود که نبود فکر نمی‌کنم. حالا خیلی هم تاییدش می‌کنم. فعلا بازیه. آیا میشه برگ موسوی رو بازی کرد؟ یا نه، رژیم تهران سعی می‌کنه امروز در واقع آخرین تابوی آقای میرحسین موسوی و کروبی رو هم بشکنه. همین جوری که با درست کردن داکومنتری یا فیلم برای آقای برای رضا شاه و امام رضا شاه در واقع اون تابو رو شکست، عادیش کرد. آیا رژیم میخواد دوباره همین کار رو بکنه؟ یک دقیقه بهش فکر کنید. مثلا دوستان جوان من، دوست میدارم روی وال تمام نظریاتتون بنویسید، خوب مینویسید، اما بازی رو فعلا بلد نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه بهشون فرصت بازی داده نشده. من فکر میکنم نوشتار روی دیوار پا داره، شما بنویسید، خود نوشتار را میفته. ایران زیباست، چرا دوباره این رو نمیگید؟ شری خانم این رو گذاشته بود رو وال یک بار. بله، ایران بسیار زیبا بود، همه چیز داشت. قدرت نوشتار. هیچ دیکتاتوری، هیچ رژیمی نمیتونه در مقابل تفکر بیسته. گفتیم no captive mind. و هیچگاه تا زمانی که این دیوار هست هیچ اندیشه زندانی نخواهد بود. سال هاست که اندیشه های نسل آینده ایران رو به بازی گرفتن، با نقالی، با اسطوره سازی، با حماسه سازی، اما سرانجامش ما به یک جا میرسیم، دوباره نقطه صفر. اجازه بدید این بار
این نسل نوشتش رو رو دیوار بنویسه، خودش هم تصمیم بگیره. شما هم حرفاتون رو بزنید، اما نه به شرطی که نسل دیگری رو قربانی کنید.